فعال حقوق زنان از کشورهای غربی خواست طالبان و حامیانشان را تحریم کنند. همچنان خبر عاجل و فوری که از ولایت بدخشان و تخار به دسترس ما قرار گرفته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر و مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. فعال حقوق زنان از کشورهای غربی خواست طالبان و حامیانشان را تحریم کنند. هدا خاموش که در اوایل سال جاری میلادی در نشست طالبان با نماینده آمریکا و اروپا در اسلو پایتخت نروژ با نمایندگی از زنان معترض افغان، در این نامه طالبان را زن ستیزترین و بدبینترین و ظالمترین گروه خوانده است که زنان برای حق طلبی و عدالت خواهی در برابر آنان قرار گرفتند. طالبان در این نشست که اواخر جنوری 2021 برگزار شد تعهد کردند که در سال بهار سال جاری تمام مکاتب به دخترانه بازگشایی کنند. کشورهای غربی از این تعهد استقبال کرد، اما با آغاز سال تحصیلی اعلام شد که مکاتب دخترانه متوسطه و بالاتر تا اطلاع ثانی تا زمان مهیا شدن شرایط مناسب همچنان بسته باقی خواهند ماند. مقام‌های طالبان همواره تأکید میکنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت خواهد شد. همچنان خبر عاجل و فوری، جنگ شدید در تخار و بدخشان سر و صدای ذبیح‌الله مجاهد را کشیده است. ایشان در تازه ترین کنفرانس خود حملات جبهه مقاومت ملی را نسل‌کشی پشتون‌ها گفته، اما جبهه مقاومت ملی این ادعا را رد نموده و گفته دفاع از نفس از بزرگترین خواسته های عقل و دین است، اما از آن در مقابل هر ظالمی که اگر تاجک هم باشد استاده میشیم و گردن آن را میزنیم. طالبان در جنگ با مقاومت سرسان شده است. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر. بدرود.